با سلام و درود و فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و گرامی، من از داخل ایران با شما صحبت میکنم. دوستان عزیز، برای به ثمر رسیدن انقلاب مردمی ما نیاز داریم که یک اصل و یک سری فرضیه رو داشته باشیم و با پایبندی به اونها و داشتن اتحاد و همبستگی بتونیم با دادن کمترین هزینه و در بهترین زمان ممکن که 3 روز قبل از انتصابات رژیم آخوندی هست، کشور عزیزمون رو برای همیشه از دست دجالان این حکومت نجات بدیم. ببینید عزیزان، انقلاب مردمی سال 88 چرا با شکست مواجه شد؟ این سوال خیلی مهمیه که من میخوام راجع به اون صحبت بکنم. همونطوری که گفتم، ما باید یک اصل و یک سری فرضیه رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم انقلابمون رو به ثمر برسونیم. خب اصل یعنی چی؟ یعنی چیزی که واسه پذیرفتن اون احتیاج به دلیل و برهان نداریم و همه اون رو قبول داریم. اصل مثل آزادی ایران که همه قبول داریم ایران باید آزاد بشه. فرضیه هم اون چیزی هست که برای پذیرفتن اون نیاز به دلیل و برهان هست و بدون دلیل نمیتونیم اون رو بپذیریم. خب ما تو سال 88 اصل حرکت رو دنبال کردن میرحسین موسوی گذاشتیم و تا اون آقا گفتش میخواییم به دوران طلایی امام بازگردیم، همه ناامید شدیم و رفتیم خونه. اون زمان آزادی ایران جزء فرضیه های ما بود که همین اشتباه باعث شکست ما شد، در صورتی که آزادی باید اصل ما میبود، آزادی ایران. اما امسال 3 روز قبل از انتصابات وقتی ما به خیابون ها میاییم، اصل باید آزادی ایران باشه، چیزی که همه اون رو قبول داریم و وابسته به جناح خاص و افراد خاص با یک سیاست خاص نیست، بلکه تمامی گروه ها و جناح های سیاسی اون رو قبول دارن. بنابراین هیچ چیزی دیگه نمیتونه ما رو به خونه هامون برگردونه مثل سال 88. تمام چیزهایی که برای بعد از براندازی حکومت میخواییم باید جزء فرضیه هامون باشه، یعنی اول کشورمون رو آزاد کنیم و به اصل ماجرا برسیم که آزادی ایرانه، بعد بشینیم راجع به فرضیه ها فکر کنیم که این فرضیه ها میتونه شامل نوع حکومت و انتخابات و به کار آوردن افراد با لیاقت برای رهبری مردم، برای جای جای سیاسیونی که باید باشن توی کشور، مجلس، این و اون و به هر حال باید همه با هم متحد بشیم و این اتحاد شکل نمیگیره مگر اینکه ما همه در یک اصل متحد بشیم که اون آزادی ایران هستش. اینجوری هیچ چیزی نمیتونه باعث تفرقه بین ما بشه. شعارهای ما در روز رستاخیز همگی حاوی و پیام دهنده اتحاد و همبستگی مردم باید باشه، فارغ از نوع نگاه سیاسی به آینده و دیدگاه های شخصیمون. خب اینجا باید بگم 3 راه برای آزادی ایران هستش از نظر من. نخست و بهترین گزینه اتحاد خود مردم و براندازی به وسیله خود مردم هستش. دومین گزینه اینه که منتظر بمونیم کشورهای خارجی بنا به مصالح خودشون هر وقت با نظام حاکم مشکل برخوردن با کشورمون وارد جنگ بشن و بعد از اونم افراد خودشون رو دوباره روی کار بیارن و باز هم به شکل دیگه‌ای به چپاول کشورمون ادامه بدن. گزینه سوم هم میشه این باشه که ما بشینیم منتظر کودتای از داخل کشور یا از طریق سازمان‌های از خارج از کشور باشیم که در این صورت هم نوع جدیدی از دیکتاتوری به کشورمون حاکم میشه. اون اصلاحاتی که کم کم بعضیا میگن صورت میگیره و جامعه درست میشه، یه نوعی از همین دیکتاتوری نوین میتونه باشه و یه کودتاهای اینچنینی که حالا شاید اگر که آقای رفسنجانی بود میخواستن که یه همچین کارهایی بکنن، با کم کم با اصلاحات برن جلو و مملکت رو به یه جاهای دیگه‌ای ببرن که به قول خودشون شاید گل و بلبل و سنبل بشه، که اصلا همچین چیزایی نیست. اینا هم سگ زرد برادر شغال، یکی مثل آقای موسوی که تاریخش برای همه مردم مشخصه. این همه مردم اومدن بیرون در جایی که میتونست انقلاب واقعا به پیروزی برسه و اومده خیانت بزرگ به مردم کرد و گفتش که ما میخواییم به دوران طلایی امام برگردیم. پس فقط و فقط
راه اول یعنی اتحاد، 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 این رمز پیروزی ما هستش و نه هیچ چیز دیگه. ببینید هموطنان گرامی، تمامی کشورهای دنیا به فکر منافع سیاسی اقتصادی خودشون هستن و به اون میده این و اون نشستن هیچ سودی برای ما نداره جز ادامه همین ظلمی که بر محاکم هستش. اینی که میبینید تلویزیون های بی بی سی و وی او ای در مورد دموکراسی و حقوق بشر و جامعه سکولار در ایران حرف میزنن فقط یک نوع اهرم فشار برای حکومت آخوندی هست تا بهشون بگن اگر شما باج و خراج خودتون رو ندید ما همون جوری که شاه رو برداشتیم شما رو هم به وسیله همین مردم برمیداریم. شما ببینید چطور به خاطر برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران رو تحریم میکنن ولی به خاطر رعایت نکردن حقوق انسانی در این کشور همه ساکت میمونن و هیچ اقدامی انجام نمیده. به خاطر اینه که این همش یه بازی سیاسیه، یه بازی اقتصادیه. از زمان به روی کار آمدن رژیم آخوندی اتفاقا کشورهای غربی منافع بسیاری هم از جانب ایران حاصل کردن و هنوز هم دارن میکنن. نفت کشورمون رو دارن ارزون میخرن، تکنولوژی رو به اون گرون میپوشن و یا اینکه اصلا نمیپوشن تا صنعت کشور ما پیشرفت نکنه و به خودکفایی نرسیم و همیشه ما رو محتاج نگه دارن. و به خاطر این سری مسائلی که ایران هست دانشمندهای ما، نخبگان ما، اونا مهاجرت میکنن، میرن در اختیار کشورهای خارجه قرار میگیرن و اونها بهترین استفاده ها رو از اینا میبرن در صورتی که ما اگر کشور سالمی، کشور خوبی داشته باشیم اونا هیچ وقت کشورشون رو ترک نمیکنن و ما میتونیم از وجود اونا استفاده کنیم و بهترین بهره ها رو ببریم. کشورهای خارجی الان هم از اینکه رژیم غیر ایرانی که هیچ دلش واسه این کشور نمی‌سوزه در کشورم حکومت میکنه خیلی هم راضی هستش. اگر نه مطمئن باشید مثل دوران شاه شروع کردن به دسیسه چینی تا بتونن حکومتی رو که دیگه واسه شون سودی نداره رو عوض کنن و بتونن که بهتر از پیش ایران رو چپاول کنن. فکر میکنید چرا شاه رفت؟ به خاطر خمینی بود؟ خیر، به خاطر این بود که شاه دیگه نمیخواست به کشورهای خارجی باج بده. بهشون گفت شما باید برای اینکه زندگی بهتری داشته باشید دنبال خرید نفت ارزون از ایران نباشید، برید بیشتر کار کنید، تلاش کنید. اگر میخواهید زندگی بهتری داشته باشید دنبال این نباشید که نفت ایران رو ارزون بخرید، تکنولوژیتون رو گرون به ایران بفروشید، برید کار بکنید، برید تلاش بکنید. و شاه بهشون گفتش که من به فکر پیشرفت کشور خودم هستم. بعد اونا دیدن که این شاه دیگه واسه اونا موندنش سودی نداره، به خاطر همین دسیسه چینی کردن و اونو برداشتن. همه اینا رو گفتم که گول بی بی سی و وی او ای رو نخورید مبادا سه روز قبل از انتصابات زمانی که بیرون میای در روز رستاخیز میای توی خیابونها تلویزیون های مانند بی بی سی و وی او ای اونها توی اخبار و برنامه هاشون حرفایی بزنن که بخوان شما رو ناامید کنن. بدونید که بی بی سی دشمن شماست، وی او ای هم که مثل سگ زرد برادر شغال های درون بی بی سی هستش. همین ها بودن که زمان انقلاب خمینی رو بزرگ کردن، وگرنه خمینی توی آخونده و ملاهای اون زمان برید تحقیق بکنید اصلا عددی نبود، نه سوادی داشت، نه پشتوانه سیاسی و نه منابع مالی در اختیار داشت. فقط چون بیشعورترین و خائنترین افراد بود اون رو انتخاب کردن. اصلا این فرد ایرانی نبود، فامیلش در ابتدا هندی بوده. به هر روی امروز مسائل ایران، مسائل سیاسی و مسائل سیاسی ایران و مسائل سیاسی جهان طوری کنار هم چیده شده که شرایط مناسبی برای انقلاب مردمی در اون کشور امروز هستش. از نظر جهانی فشار روی حکومت به خاطر دخالت‌هاش توی کشورهای دیگه زیاد شده و از نظر مالی دولت در ضعف مطلق به سر می‌بره. اکثر استان‌ها شاهد اعتصابات و تظاهرات شدید هستن و هر کس به هر طریقی داره به نافرمانی مدنی دست می‌زنه و موقعیت و شرایط برای براندازی کاملا مطلوب هست الان. تنها کاری که ما باید انجام بدیم اینه که به این پراکندگی انسجام بدیم و همین نافرمانی ها رو در قالب یک جمعیت انبوه بیاریم. همونطوری که میبینید یک دست صدا نداره، اما وقتی همه با هم متحد بشیم مطمئن باشید که میتونیم کاری انجام بدیم و به آزادی ایران و کشورمون برسیم. فقط کافیه به خودمون باور داشته باشیم و همه با هم به دنبال یک اصل که آزادی ایران هست قلم برداریم. از اصل آزادی ایران و جنبش فداییان ایران جدا نشیم، باز مثل سال 88 دنبال افراد و سرکرده های رژیم راه نیافتیم
ببینید که در صورت اومدن شما به خیابون‌ها خیلی ها با حیله و نیرنگ میان بین شما نفوذ میکنن که باعث ناامیدی شما بشن و شما رو از مسیرهای اصلی خارج و به مسیری که خودشون با اهداف از قبل تعیین شده شون میخوان میان و هدایت میکنن. پس آگاه باشید، پس لطفاً به هیچ عنوان از جنبش فاصله نگیرید و فقط به اخبار و راهکارهای جنبش توجه کنید. همه اینها رو میگیم که در صورت قطع شدن اینترنت در این روزها، چون احتمالش هست، شما از حالا ببینید که هدفتون چیه و برای چه چیزی بیرون اومدید. باز هم میگم هر جهت و دیدگاهی که تلویزیون های بی بی سی و بی او ای و امثال اینا به شما میدن کاملا برای منافع شخصی دولت مردای غربی و دولت‌های غربی برنامه‌ریزی شده. هدف اونها اصلا کمک به مردم ایران نیست. برای مثال جریان فکری گلوبالیستی یا دهکده جهانی به شما این رو دیکته می‌کنه که از طریق همین تلویزیون‌ها اینو دیکته می‌کنه که نژاد پرستی نکنید، در صورتی که نژاد پرستی و وطن پرستی بسیار مقوله با ارزش و مهمی هستش. چیزی که بد هست نژاد پرستی نیست، نژاد ستیزی هست. خب که کشور ما در طول تاریخ هیچگاه نژادی بر علیه نژادهای دیگه نبوده. اگه تاریخ رو ورق بزنیم میبینیم که پادشاهان ما چگونه با کشورهای دیگه و با نژادهای دیگه برخورد کردن. پس امروز با آگاهی و آمادگی کامل در راه رسیدن به آزادی کشور همه با هم متحد میشیم. ممنون از اینکه وقت میذارید و به صحبتهای من به عنوان عضو کوچیکی از خانواده جنبش فداییان ایران گوش کردید. لطفاً اطلاع رسانی کنید. وعده ما روز رستاخیز مردمی 3 روز قبل از انتصابات رژیم. به امید دیدن روی ماه تک تک شما همرزمان گرامی، لطفاً از جناب شمیرانی از این بزرگوار حمایت کنید. وقتی که تمام تلویزیون ها و جنبش ها رو دنبال کنید، تفاوت این کانال رو با تمام وجود احساس میکنید و حقیقت رو میبینید که تنها شخصی که امروز اومده و داره کاری برای شما انجام میده تنها این شخصه. باور بفرمایید که بنده با هیچ کس هیچ تعارفی ندارم و قصد تبلیغ برای هیچ شخصیتی رو ندارم، چون تنها یک هدف دارم و اون هدفم چیزی نیست جز آزادی ایران و ایرانی. اما اون چیزی که امروز بعد از سالها دنبال کردن تلویزیون‌ها و جنبش‌های مختلف می‌دونم اینه که ما باید از این شخصیت حمایت کنیم. اگه پیگیری بکنید وقایع رو متوجه می‌شید، وقایع اخیر رو متوجه می‌شید که این بزرگوار برای انجام دادن این کار متحمل چه سختی‌ها و مشکلاتی شدن، چون منافع یک سری اشخاص با آزادی کشور ما در تضاد هست و اونها هم امروز جبهه جنگی رو علیه جناب شمیرانی به راه انداختن. اما ما باید ثابت کنیم با اتحادمون با حمایتمون که امروز آگاهیم و دست از تلاش و اتحاد برای آزادی ایران بر نمی‌داریم. مطمئن باشید وقتی بقیه جنبش ها و تلویزیون ها ببینن که شما آگاهی لازم رو پیدا کردید و از راه درست و حقیقی وارد مبارزه شدید، اون وقت همون ها هم میان در صحنه و از برنامه ها و حرکت های شما دفاع میکنن و به شما میپیوندن و روز به روز این جنبش بزرگتر میشه. اما این در صورتی هست که شما با اتحاد بزرگ خودتون بتونید از موضع قدرت با اونها صحبت کنید، از موضع قدرت مردمی و متکی به خودتون با دنیا صحبت کنید. باید قوی باشیم، باید به دنیا نشون بدیم که ایران چیست و ایرانی چیست. مطمئن باشید که تاریخ روزی از ما مانند هخامنشیان یاد خواهد کرد. یک بار زندگی میکنیم و یک بار میمیریم، چه بهتر که در راه مردانگی و صلح‌جویی و با غیرت بودن بمیریم و برای کشورمون و برای آزادی کشورمون قدم برداریم. و در بین ایرانی ها هیچ وقت ترس جایی نداشته در طول تاریخ و ما هم همینطور نباید بترسیم و باید همیشه اتحاد خودمونو تا آزادی ایران تا روز رستاخیز حفظ بکنیم به امید موفقیت ایران و ایرانی.